کلمه قاله رو دقت کنید، به این صورت نوشته میشه. این لی الان تعادل نداره. کلمه عبدالله سر این باید به این صورت نوشته بشه، نیم دایره ای نشه. کلمه نسیه نونش بزرگتره، دندانه سومم به این صورته. ببینید کلمه قرآن شما میتونید به این صورت بنویسید و بعد از قاف یه ذره بکشید، بعد این رو بهش متصل کنید. اگرم نخواستید به این صورت هم میشه. کلمه فی به این صورت نوشته میشه. اما کلمه حسنه چون دندانه های سین داره و بعدش هم نون اومده، خیلی مناسبه که بعد سین یه ذره ما بکشیم که خواندن کلمه هم آسون بشه. کلماتی مثل الجنه نیاز نیست که ما این کار کنیم، تفکیکش بکنیم، میتونیم مستقیم یک ضرب بنویسیم. ببینید ما کاف به این شکل توی خط نسخ نداریم. کلمه احسنکه ببینید کاف به این صورت، یه این طور چیز میذاریم داخل کاف دیگه، این نمیخواد بگذاریم. حالا توی خط فارسی تمایل داریم بگذاریم، ولی خود توی این خط دیگه نیازی نیست. کلمه لی به این صورت، نباید بریم جلو و بعد برگردیم، همینجا برمیگردیم. کلمه کذا دو مدل شما میتونستید بنویسید، یکی به این صورت، یکیش اینه، یکی هم میتونستید اینجور بنویسید. از تنوعی که در نوشتن کلمات وجود داره میتونید بهره ببرید و استفاده کنید. کلمه بعدی رو دقت کنید، این دندانه رو من آوردم بالا، اینو بهش میگیم شاخص. این باعث میشه که این کلمه دیگه خوندنش راحت بشه. تنسنی، ببینید در کلمه تنسنی الان ببینید این نون اومده بالا، شاخص شده، مشخص تره، خوندن کلمه راحت تره. کلمه هازا هم به این شکل نوشته میشه. هی رو دقت کنید. یه بار دیگه این کلمه تنسنی رو می‌نویسم. دقت بفرمایید. اون نونی که رفت بالا رو این بهش میگیم دندانه شاخص. کلمه حضرت رو هم ببینید چجوری زاد رو قرار دادیم، فاصلش نسبت به ه، دقت کنید، و اتصال ر. قاف در خط نسخ اینقدر قد کوتاه نیست، باید می اومد اینجا. این علیه از کلمات خیلی پرکار برده توی خط نسخ، توی متنهای عربی زیاده. کلمه هر به این صورت، ببینید کلمه قرآن به این صورت نوشته میشه. کلمه شین دو مدل میتونید بنویسید، یکیش اینه، یکیش هم نکشیده. کلمه بهشت خوبه. کلمه به صورتی تیش به این صورت نوشته میشه. ببینید لازم نیست اینو بکشیم بیاریم جلو، به این صورت. کلمه بلند
ببینید نون چجور نوشته میشه. کلمه نمود هم به این صورت، نون رو اینجوری می‌نویسیم، نمود، سمود. کلمه چون، خب عزیزانی که دوست دارن از این نوع خط ها آموزش ببینن، این خط اسمش خط نسخ خودکاری هست و میتونید انتهای ویدیو رو با دقت مطالعه کنید و در کلاس های ما شرکت کنید. به این دندانه میگیم دندانه شاخص. کلمه کیستی با این کاف هم میشه نوشت. خب اینجور هم که شما نوشتید به این صورت، ببینید این دندانه بیاد بالاتر، این الان اینقدر دندانه پشت سر هم بیاد مخاطب گیج میشه، حتما دندانه شاخص استفاده بکنید. آخرین کلمه هم کلمه نیست. اگر به این نوع خط علاقه‌مند هستید میتونید عبارت آموزش خط نسخ با خودکار رو در پیام رسانه ها به ما ارسال کنید تا توضیحات لازم مربوط به شرکت در کلاس خدمتتون ارسال کنیم. در طول دوره از پشتیبانی هم بهره مند میشید و میتونید این خط زیبا رو یاد بگیرید. این نمونه ای از پشتیبانی های ما در دوره های آموزش خط نسخ با خودکار.